فرق میان دانستن چیزی به مثال و تقلید و میان دانستن ماهیت آن چیز. ظاهر از آثار و میوه رحمتش، لی کی داند جزو ماهیتش. هیچ ماهیات اوصاف کمال، کس نداند جز بصار و مثال. طفل ماهیت نداند تمس را، جز که گویی هست چون حلوا تو را. کی بود ماهیت ذوق جماع، مثل ماهیات حلوا ای متا. لیک نسبت کرد از روی خوشی، با تون عاقل چطور کودک وشی. تا بداند کودکان را از مثال، گر نداند ماهیت یا عین حال. پس اگر گویی بدانم دور نیست، ور ندانم گفت کذب و زور نیست. گر کسی گوید که دانی نوح را، آن رسول حق و نور روح را. گر بگویی چون ندانم کان قمر، هست از خورشید و مه مشهورتر. کودکان خورد در کتاب ها، وان امامان جمله در محراب ها. نام او خوانند در قرآن صریح، قصهش گویند از موضی فصیح. راستگو دانیش تو از روی وصف، گرچه ماهیت نشد از نوح کشف. ور بگویی من چه دانم نوح را، همچو اویی داند او را ای فتا. مور لنگم من چه دانم فیل را، پشه‌ای کی داند اسرافیل را. این سخن هم راست است از روی آن، که به ماهیت ندانیش ای فلان. اجر از ادراک ماهیت عمو، حالت عامه بود مطلق مگو. زان که ماهیات و سر آن، پیش چشم کاملان باشد عیان. در وجود از سر حق و ذات او، دورتر از فهم و استبصار کو. چون که آن مخفی نماند از محرمان، چون که آن مخفی نماند از محرمان. ذات و وصفی چیست کان ماند نهان، عقل بحثی گوید این دور است و گو. بیز تأویل محالی کم شنو، قطب گوید مر تو را ای سوست حال. آنچه فوق حال توست آید محال. واقعاتی که کنونت برگشود، نه که اول هم محالت می نمود. چون رهانیدت ز ده زندان کرم، تیه را بر خود مکن حبس ستم.